قانون چگونه وکیل خود باشیم، برنامه از دکتر ایران بومی، وکیل دادگستری و پژوهشگر اجتماعی. برای اینکه شنوندگان متوجه باشند، روز 10 دسامبر سال 1948 در پاریس یک اعلامیه جهانی به عنوان یک پیمان بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که به این تصویب نامه که یک پیمان بین‌المللی هستش در روز 10 دسامبر بوده، اعلامیه جهانی حقوق بشر میگن. بله. که بعضی میگن این اعلامیه که حقوق بشر علاوه حقوقی، چون که جوری هستش که فقط اعلامیه است، قراردادی نیستش که قابل اجرا باشه و بتونه بگیم که الان طبق این بند شماره مثلا 10ش باید دولت ها این کار رو انجام بدن، فقط یک نوع اعلامیه است و مثلا این میگن که این پایه حقوقی برای تمام انسان بودن افرادی هستش که در تمام دنیا هستن. و این بعضی ها میگن اگه جنگ جهانی دوم نبود، شاید این اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نحو تدوین نمیشد که ما میدونیم این اشتباهه. چون که اگه یادمون باشه، منشور حقوق بشر کوروش کبیر، منشور حقوق بشر کوروش کبیر 1948 درست نشده بود، بلکه بالای 2500 سال قبل بود. و ما باید یادمون نره که این اولین منشور حقوق بشر در جهان بوده و در پایه‌های تمدن دنیا تأثیر بسیار گذاشته، مخصوصا در قانون اساسی آمریکا که بر این کتاب‌هایی که الان اونها درس میدن در دانشگاهشون و یا حتی قانون اساسیشون از افکار حقوق بشری که در گذشته ایران زمین بوده و پایه مدنیت هست استفاده شده. بفهمید، اول از همه دوباره بگیم حق باید بگیم چیه. باید بگیم بشر یعنی چی. بشر از کی یک انسان به وجود میاد و حق حقوق بشر داره؟ آیا از ماهی که نطف در شکم مادر میاد شکل میگیرد و حتی بعد از فوت یک شخص، آیا هنوز این شخص حقی داره که این کرامتش رو نگه داشت؟ چیزی که 100% هستش، حقوق بشر یک حقی هستش که میشه گفت مردم، انسان‌ها یک جایگاهی دارن که دولت‌ها، حکومت‌ها باید اون رو رعایت کنن. یعنی من بخوام خلاصش رو بگم، حق انسان بودنه. با تولدش هر شخصی حق هم داره که در برابر مخصوصا دولت‌ها بتونه زندگی کنه، زندگی آزادی داشته باشه، زندگی داشته باشه که حقهایی بهش تعلق میگیره. که اگه من بخوام براتون حق رو توضیح بدم، باید دونه دونه براتون کلن یه خلاصه ازش بگم. بله، ما یه نوع حق داریم که مثلا شما کتابتون رو میدین به من. بله. بعدش من کتاب رو نگه داشتم و به شما نمیدم، شما میگه آقا این حق منه، کتاب من پس بده. یه نوع حقه. بله. یک حق مطالبه است. یعنی شما چون که این مالکیتشو داشتین، میگین اینو باید به من بدین. بله. حالا یکی دیگه میاد خونه شما، من میام خونه شما، شب میخورم و میخوابم و صبحم بلند میشم میگم نوسنگک برای من بیارین، من تو خونه تو میخوام بمونم. شما میگین این حق منه که از خونه بری بیرون. این حق دوباره به معنای اینه که محل به شما یک حقی داده. قبلی حقی بوده که بر اساس مالکیت شما به دست آوردین. ما یه حقی هم داریم، مثلا حق امتیاز. حق امتیاز در دادگاه، شما اگه مثلا یکی از فامیلتون یا همسرتون یا بچه‌تون محکومه و شما به عنوان شاهد دادگاه میخوان، شما امتیاز دارین، حق دارین که بگی من جواب نمیخوام بدم. یک امتیاز بعضی وقتا حق هست، نمیخوام در برابر دولت جواب بدم. یک حق هم داریم، حق قدرت. حق قدرت خیلی معنی میتونه داشته باشه. من الان
خلاصه‌شو میخوام بگم. شما میخواین وصیت‌نامه بنویسین، میگه آقا من میخوام پولمو بدم به بچه‌م، اینقدرش هم بدم به انجمن خیریه. این قدرت شماست، این حق شما هستش. پس ما میتونیم انواع مختلف حق داشته باشیم که مسئولیتم میتونه جزء اون باشه. مسئولیت داشتن یعنی اینکه مثلا کارگر در یه جایی اتحادیه میخواد درست بکنه، اتحادیه کارگری، این حق داره که اخراج نشه چون دفاع داره از حق کارگر رو میکنه. من حالا بیشترش رو توضیح نمیدم، فقط در جامعه ما، در جامعه های که با حق کار دارن، باید اینا بدونیم که حقوق احتیاج به قانون داره. شما اگه حق داشته باشید ولی قانون به شما این حق رو نده، این خودش یک مسئله خیلی بزرگه. مثلا شما 14 سالتونه، حق آزادی دارین که از نقطه آ به نقطه ب برید، ولی دولت میگه که شما نمیتونید سوار ماشین بشین. ماشین بخواین سوار خودتون رو رانندگی کنید، شما باید اول 18 سالتون باشه که به شما تصدیق بدن. پس حق آزادی و دولت اومده گرفته برای سنتون که کمتره. اینجا بحثا شروع میشه که قانون ها میتونن حق رو کمتر بکنن، قانون ها میتونن حق رو بیشتر بکنن، و در بعض جاها قانون هست که حق میده ولی خود قانون میاد اون حق رو زیر پا میذاره. اولین چیز برای من مهمترین که شنوندگان شما بشنون بدونن که یعنی من اجازه دارم که کاری که نمیخواهم بکنم را نکنم. این پایه حقوق بشره. نه من کاری که میخوام بتونم بکنم، اون یه ورشه، ولی من اجازه داشته باشم کاری که نمیخواهم هم نکنم. بفهمید؟ این چیه شما میفهمید؟ خیلی بحث جالبیه، خیلی بحث بین اروپایی ها و ما چند نوع حقوق بشر داریم. یکی کنسپتش حقوق بشر کشور غربی هستش، یکی کشورهای مثلا آفریقایی هستش و کشورهای آسیایی هستش که میگن که این مدل حقوق بشر غربی که میگه انسان فقط حق داره و در رابطه با وظیفش حرف زده نمیشه، اینو قبول زیاد نمیکنن. حالا شما در این رابطه میتونه فهمیده بشه که در واقع به دو مفهومه، یعنی که من صرفا طبق عادت اجتماعی ممکنه در محلی دنیا اومده باشم که وظیفه فرزند برای نگهداری خانواده برای پدر مادرش، این یک حق طبیعیه که در اون جامعه رعایت میشه. حالا در جامعه دیگه مثلا در آلمان به این نحو نیستش که این حق رو فقط به بچه بدن، بلکه این وظیفه رو به بچه بدن، این وظیفه هم به دولت دادن. برای همین هم هستش که ما بحثای خیلی زیادی داریم که وقتی در جامعه فقط مردم دنبال حقشون باشن، کم کم اون جامعه اخلاقیات ازش گرفته میشه. همه میخوان سودشون رو ببرن، کسی نمیخواد به دیگری کمک بکنه. دقیقاً وظیفه خودش نمیدونه که انسانیت رو بر روی انسان بودن انجام بده، بلکه موقعی که قانون مجبورش بکنه. این بحث قانون خودش خیلی وقتا مشکل داره با اخلاقیات، چون همیشه ما میدونیم که جای قانونه مجبور نیستش که اخلاق باشه. اخلاق ولی اگه باشه قانون نباشه ما یه مشکل داریم، اگه قانونی باشه که اخلاق رو رعایت نمی کنه اونجا هم مشکلهای خودشو داریم. برادری و برابری خودش یکی از بحثایی که انسان آیا با فطرن طبیعتن ممکنه بگیم که حق با تولدش به وجود میاد؟ بله. و اون میشه انسانی که برابر با انسانهای دیگه باید بشه بدون توجه به جنسش، نژادش، سنش، دینش، ایدئولوژیش، برابر باید باشه در برابر قانون. بله. ولی بعضی کانسپت ها هستن، بعضی گروه های دیگه هستن که بیشتر رو برادری بحث میکنن که حق به وجود میاد. بله. یعنی که من و تو هم خون باید باشیم، من و تو هم دین باید باشیم، من و تو هم نژاد باید باشیم. اگه من و تو برادریم
حق ما بیشتره. و این در بحثای ناسیونالیستی، بحثای شومانیستی، بحثای جهان شمولی ما اینو خیلی زیاد میبینیم که دو نوع مدل هستش برای این که بخوایم بگیم ما به حق ما رسیدیم. حق برابر، حق برادر. اینو من وارد شده نمیخوام بشم چون بسیار بحث هم عقلانیه هم بحث احساسیه. آدم که همخون هست ما میدونیم که کمتر حاضر هستش که یک کسی که همخونشو بیادش و بهش مثلا خیانت کنه. حتی بعضی وقتا ما میدونیم که توی دادگاه ها برای همین که آدم میدونه که شخص به همخونش بیشتر ممکنه که کمک کنه، حق بیشتری بده، در خیلی از کشورها قانونا جوری هستش که اگه شما در پرونده قاضی هستین که اون شخص فامیل شما هست، آشنای شما، مثلا اینو اطلاع بده به دادگستری که این قاضی داره در رابطه با پرونده تصمیم میگیری که این شخص خونش که خود اون قاضی اجازه نداره که اون پرونده رو دیگه در موردش تعیین کنه. ببینید اگه ما قبول کنیم که انسان خود مختاره، یعنی که ما میتونیم خودمون با استفاده از عقل خودمون و تحت تأثیر شرایط بیرون هستش و سنجای ما فرق میکنه، اگه ما بخوایم خود مختاری و یک اصل پایه بذاریم برای اینکه حقوق بشر روش ساخته شده، یک گروه دیگه میان میگن که نه، کرامت انسان در برابر خردورزی مهمتره. چرا؟ چون ممکنه که یک شخصی امکان داشته باشه که تحصیلاتش بالاتر باشه یا خانواده‌ای باشه که امکان مالیش بیشتر باشه و در اون خانواده چون توانایی‌هاشون جوری که میتونه خود مختاری و واقعا به معنای آینی اراده خردورزیشو در جامعه نشون بده، میگن که این نوع حقوق بشر اون کانسپتی نیستش که ما دنبالش هستیم. یه عده دیگه میگن که انسان یک مقصده، انسان یک هدفه، ما انسان کامل نداریم، ما در حال تکامل هستیم، ما داریم از امکانات کرامت انسانی استفاده میکنیم و چون خود مختار هستیم در حالت تکامل هستیم. پس حقوق بشر باید به ما امکان اینو بده که ما با پیوند به تکامل برسیم. با پیوند یعنی با نزدیکی، با وحدت، با دوستی، دوری از خشونت و با خردورزی بتونیم قلب‌ها رو با هم نزدیک‌تر کنیم، رنج‌ها رو کمتر کنیم و این یک هدفه که حقوق بشر دنبالشه. ببینید بازم این باید وارد بحث عدالت من بشم که رابطه عدالت، حق و قانون چیه؟ چون ساختار اجتماعی خیلی ربط داره به ساختارهای اقتصادی، ساختار قوانین ربط داره بازم به ساختارهای هم اقتصادی و اجتماعی. شخصیت‌های انسان‌ها میتونن تصمیماشون با تصمیم‌های دولت‌ها، با تصمیم‌های اجتماعیشون حتی تغییر بکنه. پس ما هم تولید شدیم از محیطمون و هم خودمون محیط رو تا حدی تغییر میتونیم بدیم. حالا اگه ما در جامعه‌ای باشیم که عدالت به این معنا باشه که خود ما به عنوان شخصی که در اونجا هستیم تأثیر نتونیم بذاریم روی کنترل قانون، روی تصویب قانون، روی تدوین قانون، یعنی در کشورهای هستن که حتی شما شهروند اون کشور هستید ولی در نقد ساختار اجتماعی، ساختار نظامی، ساختار سیاسی نمیتونید تأثیری داشته باشین. ممکنه برید رأی بدین، رأی دادن مهم نیست، مهم اینه که آیا نتیجه ی رأی اونجوری که باید باشه تاثیرگذار هستش برای کنترل دولت ها، تغییر دولت ها. و اگه در جامعه باشین که ابزاری باشن انسان ها و نقد اجتماعی مجازات باشه، ما در اینجا میبینیم که مسئله داریم. و اگه یکی مهاجر باشه و اومده به کشوری که نه تابعیتشو داره، نه اقامتشو داره، نه زمینی داره، نه خونهی داره، بهش هم
حق اینو نمیدن که در اینجا مدت زیادی بمونه و همش باید در ترس و لرز باشه که من از سال دیگه آیا بیرون میکنن و ایده میکنن، این حق انسان بودنش، حقوق بشرش زیر پا گذاشته میشه. برای همینم ما در روز دهم دسامبر یکی از خواسته هامون اینه که مهاجرین هرچه زودتر همانند افرادی که در اون کشور زندگی میکنن حق تابعیت بگیرن. حق تابعیت بهشون این حق میده که از سیاسی علاوه اجتماعی خیلی بیشتر فعال باشن، این نابرابری ها برای داشتن و یا نداشتن تابعیت رو کم کم باید در دنیایی که داره به هم نزدیک میشه باید برداشت. اصول عدالت نباید بر پایه اقتصاد باشه، تابعیت باشه، بلکه روی انسانیت باید باشه. من یه سوال دیگه هم دارم اگه اجازه بدین آقای دکتر. حقوق بشر آزادی انسان رو فکر نمی کنید محدود میکنه؟ ببینین چجوری بهش من جواب بدم. کلن حق دادن و حق گرفتن دوتایشون رو بره هم دیگه هست. وقتی ما در سیستم مثل ماده و انرژی، ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه. شما وقتی زمین مثلا میخرین، چون در کره زمین محدود زمین، پس از اموال دیگری کم کردین چون یه تیکه مال شما شده. لحاظ عدالت که بخوایم نگاه بکنیم، ما عدالت توزیعی داریم که سعی میکنه که حق رو توزیع بکنه در جامعه. مثلا حق تحصیل، تعداد بیشتری حق تحصیل داشته باشن. ما عدالتی داریم که بر پایه انصافه، چون اگه ما بخوایم حقوق بشر رو معنیش رو درست بخوایم بفهمیم، باید بدونیم که روح حقوق بشر بر مبنای انصافه. عدالت ظاهر، انصاف باطنه. وقتی تو یک جامعه قانون بده ولی اون قانون بر روی انصاف نباشه، اون جامعه نمیتونه فرهنگش از آرامش کافی برخوردار باشه. ما در جامعه‌ای باید زندگی هدفمون باشه بکنیم که فقط حق نباشه، بلکه حق با انصاف باشه، با انصاف بودن باشه. اگه اجازه بدیم با یک جمله من تموم کنم که آدم آزاده، آدم مستقل نه تنها حق داره، وظیفه هم داره. ما زندگی میکنیم ولی زندگی در ارتباطات معنی پیدا میکنه. ارتباطات باید مرزهایی داشته باشه، حتی اگر از آزادی کم بشه، ولی در ازاش دیگری رو ناراحت آدم نکنه، دیگری رو بهش خشونت وارد نکنه، رنج وارد نکنه، ما میتونیم خودمون قدم برداریم برای اینکه این حقوق بشری که ما از دولت ها میخوایم خودمون هم در اجرایش همکاری کنیم. اون سوی قدرت ماها هستیم و این یک امیجینیشن نیست، بلکه زندگی یک رسمه و اون رسم زندگی رو باید سعی کنیم خودمون کاری کنیم که میخواییم دیگران با ما انجام بدن. بسیار ممنون. روز و شب شما بخیر. خدا نگهدار.